داریم هم تابستون. همه یه کارهایی رو هم که اینا گفتن تو سواحلمون انجام میدیم. و توی دلم ادامه دادم تزویر راز ماندگاری مونه. دروغ خوب میگیم. غرور ملی هم داریم. میسکری گفت بله بله شنیدم که شما ایرونیا هر کدوم توی بکیارد خونتون یه چاه نفت دارین. خندیدم. نگفتم نه. بعد از کلاس به شارلوت گفتم با اینکه روی نفت به دنیا اومدم و بزرگ شدم ولی به عمرم حتی یه استکان نفت خامم ندیدم. شارلوت دماغشو گرفت و گفت یه استکان نفت خام؟ منم ندیدم. گفتم پس بریم یه کافه ارزون و یه نوشیدنی ارزون بخوریم. همراه هستیم با نویسنده رمان سنج و سنوبر. سنج و سنوبر دنیای ویژه خودش رو ساخته و سرنوشت شخصیت‌های گوناگون رو مانند نقش و نگارهای یک قالی در هم بافته. خانم کریمی عزیز، چرا این ساختار پیچیده و پر نقش و نگار رو انتخاب کردین؟ من انتخاب نکردم در حقیقت. ضرورت ایجاب می‌کرد. به دلیل اینکه وقتی من شروع کردم به نوشتن و به قول معروف وارد شیکه داستان نویسی شدم، چیزی که برام جالب بود و سوال پیش آورده بود این بود که این ساختار غربی مربوط میشه یا برایند اون زندگی غربی هست، ولی زندگی ما بسیار زندگی پیچیده‌ایه و آدمای در جامعه ما چنان در هم تنیده هستن که در حقیقت نقش قالی رو می سازن. و به این دلیل بود که کاری که من کردم تلاش در جهت ایجاد یک الگو برای زندگی در جامعه ایرانی بود. و جالب براتون بگم که بعد از این وقتی برگشتم و به هنرهای ایرانی نگاه کردم، دیدم که هنرمندهای قبل هم از همین روش استفاده کردن. شما میتونید برگردیم به خاتم، به خاتم کاری، میبینین اجزای ناهمگون کنار هم دیگه قرار گرفتن، یا به مقرنس یا به معرق. و این حکایت میکنه از شیوه خاص زندگی ما. به همین دلیل بود که شکل نقش قالی رو پیدا کرد سنج و سنوبر. حالا اتفاقا میخوایم یه خورده راجع به این صحبت کنیم. به نظر میسه که دو تا گرایش اصلی توی جهان ادبیات وجود داره. یکی گرایشی که رو به پیچیدگی داره و در واقع همطور که شما گفتید میخواد که این پیچیدگی های روابط انسانی، پیچیدگی های روح آدمی، پیچیدگی های زندگی معاصر رو در واقع در یک فرم پیچیده، در یک شکل پیچیده به ما عرضه بکنه. برعکس گرایش دیگری هم الان در ادبیات جهان به چشم میخوره و اون گرایشی که رو به سادگی داره و میخواد که همه چیز رو در واقع با زبانی ساده و در شکلی ساده بیان کنه. حالا بعضی ممکنه که اون شکل رو بپسندن و بعضی این شکل دیگر رو. شما همینطور که خودتونم اشاره کردین به وضوح به دسته اول تعلق دارین، دسته ای که در واقع میخواید که پیچیدگی های زندگی، حالا با تأکیدی که خودتون کردید پیچیدگی های زندگی ایرانی رو برای ما با این فرم پیچیدتون روایت کنید. اشاره هم کردید که در کشور سعدی نمیشه با زبان کارور حرف زد، اشاره میکنید به ریموند کارور و تلاشی که برای ساده کردن داستانهاش میکنه. یه مدت بیشتر برامون توضیح بدید این پیچیدگی آیا در واقع باعث نمیشه که شما رابطتون رو با خوانندتون از دست بدید و در واقع خواننده اون هم در دوران ما که دوران سرعت در همه چیزه حوصله‌اش رو در خوندن داستان شما از دست بده یا در این هزار تویی که شما براش درست میکنید گم بشه؟ در حقیقت کاری که من میکنم این هستش که این هزار تو رو که این آدم توش داره زندگی میکنه جلوی چشمش میارم. منتها وقتی داره زندگی میکنه و عادت کرده به این زندگی متوجه نیست که در چه دنیای پیچیده‌ای داره زندگی میکنه. وقتی کتاب رو میخونه شاید این سوال براش پیش بیاد که او من چطور اینجا زندگی میکنم؟ من چطور گم نمیشم اینجا؟ یا شاید هم به اعتبار هممون گم شدیم و خبر نداریم. اما به هر حال
مسئله به نظر من به این گونه هست که گاهی ما یک موضوع بسیار ساده رو به گونه پیچیده ارائه میدیم که خواننده مجبور کلاف رو یواش یواش باز کنه و آخر سر به چیزی برسه که در حقیقت چیزی نیست. گاهی موضوع به قدری پیچیده هست که ناگزیرن نویسنده هرچی هم که تلاش بکنه نمیتونه از یه حدی ساده تر بنویسه. فکر میکنم پیچیدگی سنج و سنوبر از این مقوله باشه، به خاطر اینکه من اگر این کتاب رو به گونه ساده‌ای میخواستم بنویسم باید یک شخصیت انتخاب، مثلا آفاق انتخاب میکردم، زندگی آفاق رو میگفتم و خیلی هم چیز ساده از آب در میومد. و اگر شما از مجموعه سنج و سنوبر زندگی آفاق یا زندگی دای اسد جدا بکنین میبینین سخت نیست. سختی کار موقعی هست که اینا در هم گره میخورن و این گره خوردگی دقیقا برمیگرده به شیوه زندگی ما و مهمترین رازی که برملا میکنه این هستش که این پیچیدگی و این گره خوردگی در حقیقت باعث شده که پیشونی ما رو به جایی که تو آسمون بنویسن به وسیله اطرافیانمون بنویسن. و اگر این پیشانی نوشت بد نوشته میشه، در حقیقت به وسیله عزیزترین کسان ما انقدر بد نوشته میشه، انقدر بد که گاهی خود نویسنده میشینه و گریه میکنه براش. مهناز جان، هنوز دوست داریم راجع به ساختار کتابت صحبت بکنیم. بعضیا معتقدن که کتاب خیلی طولانی شده و بعضیا هم اتفاقا میگن که جای اینو داشت، ظرفیت اینو داشت که چند تا رمان بشه، اگر کوتاه‌تر میشد شاید چند تا رمان میشد. در این مورد هم یه توضیح کوتاه به همون میدی؟ زیاد فرصت این بخش رو زیاد نداریم. کوتاه سخن خدمتتون بگم که این رمان میشد 5 تا رمان بشه و با 5 تا شخصیت مختلف، اما دیگه این نتیجه رو نمیگرفتم. من چیزی که من میخواستم به خواننده بگم این بود که چگونه ما در نهایت عشق همدیگر رو مزمحل میکنیم و چاره‌ای نداشتم جز این که فاکتورهای مختلفی رو بیارم کنار همدیگه قرار بدم. یه اشاره کردید جایی در توضیح شخصیت آفاق، اشاره کردید که آفاق به جای جبهه گرفتن در برابر مدرنیته یا پوشیدن لباس مدرن به تن سنتی خودش، راه سومی را انتخاب میکنه و اون مدرن شدن از درونه. منظورتون از این مدرن شدن درونی چیه؟ میدونم که سوال خیلی سختیه ولی باید شما خیلی کوتاه جوابش رو بدید. خب چون خیلی فکر کردم راجع به این مسئله، شاید بتونم که اتفاقا این بخش رو خیلی کوتاه جواب بدم. ببینین، مسئله این هستش که اگر شما یک امر سنتی رو حتی به گونه ای انجام بدین که مرسوم هست در یک جامعه سنتی، یعنی بدون تفکر بگین چون قراره من، چون همه این کارو کردم پس منم این کارو میکنم، این آدم سنتیه به اعتبارم. آدم مدرن ممکنه همون کار رو انجام بده، مثلا ازدواج. یک آدم مدرن ممکنه ازدواج سنتی بکنه. تفاوتش با یه آدم سنتی این هستش که این آدم مدرن شک میکنه به این نوع ازدواج، فکر میکنه و انتخاب میکنه. بنابراین اون آدمی که یک فرم لباس پوشیدن رو انتخاب میکنه، این آدم از نظر من آدم مدرنی هست. اما کسی که یک مد رو بدون توجه و فکر کردن و اندیشیدن در مورد اون پیروی میکنه، این آدم شاید به ظاهر خیلی آدم مدرنی بیاد، اما از نظر من این آدم چون شک نمیکنه، چون فکر نمیکنه، یک آدم سنتی باشه. هنوز یک بخش دیگه از گفتگومون با خانم کریمی مونده، اجازه بدین یک تنفس کوتاه داشته باشیم، بریم و برگردیم، همراه میشیم دوباره با شما و خانم کریمی.